مدیاکده مرجع کامل کتاب های روز دنیا بوکلایت کتاب بی حد و مرز اثر جیم کویک مغزتان را بهبود ببخشید و همه چیز را سریعتر بیاموزید با مطالعه این کتاب میآموزید چگونه مرزبندی های ذهن را از بین برده و خود را در مسیر یادگیری قرار دهیم کتاب بی حد و مرز به معنای واقعی کلمه درباره بی حد و مرز شدن است. نویسنده این کتاب جیم کویک وقتی که کودکی دبستانی بود، یک بار موقع کنجکاوی ها و شیطنت های کودکانه از روی صندلی مدرسه می افتد و سرش با رادیاتور کلاس برخورد می کند. بعد از این اتفاق او دچار نوعی آسیب مغزی می شود که باقی زندگیش را تحت تأثیر قرار می دهد. جیم دیگر نمی توانست مثل همسن و سالهای خودش خواندن و نوشتن یاد بگیرد. او دچار مشکلاتی در تمرکز، حافظه، یادگیری و غیره شد. این مسائل او را مجبور کردند که سختتر از سایر بچه ها کار کند و استراب های ناشی از مورد تمسخر قرار گرفتن توسط همکلاسی ها و حتی معلم را نیز متحمل شود. وقتی به کودکان برچسب میزنید به شکل ناخودآگاه برای آنها محدودیت های ایجاد می کنید که بر آیندهشان تأثیر خواهند گذاشت. کویک هم وقتی که یک بار از معلمش شنید که او را پسری با مغز خراب خطاب کرد دچار غم بزرگی شد. اما او تمام تلاشش را می کرد که امیدش را از دست ندهد یکی از چیزهایی که به کویک کمک کرد که بیشتر و بیشتر برای خواندن کوشش کند قصه های مصور بود. او اصلا از کتاب های معمولی خوشش نمی آمد. از طرفی هم طاقت نداشت منتظر بماند تا بالاخره یک نفر پیدا شود که برایش داستانهای دلخواهش را بخواند. بنابراین سعی کرد که خودش توانایی خواندن آنها را پیدا کند. او دوره های را یکی پس از دیگری به هر سختی که بود میگذراند و برای سالها تصور می کرد که به دلیل آسیب دیدگیش تنها کاری که باید انجام دهد این است که تا می تواند بکوشد که شبیه دیگران یاد بگیرد. اما در دوران دانشجویی بود که فهمید اشتباه می کرده و راه دیگری هم وجود دارد. او به این نتیجه رسید که بهتر است به جای شبیه دیگران یاد گرفتن به مطالعه روش ها و نظریه های یادگیری بپردازد و بفهمد که چه روش یادگیری می تواند مخصوص خودش باشد. جیم کتابهایی درباره نظریه های یادگیری بزرگ سالان، نظریه های هوش چندگانه، علوم اعصاب، رشد فردی، تندخانی، روانشناسی آموزشی و حتی شیوه های باستانی بهبود حافظه را مورد مطالعه قرار داد و سعی کرد که بفهمد اصلا مغزش چگونه کار می کند تا بعدا بتواند بهتر از آن کار بکشد. این مطالعات و تمریناتی که انجام میداد باعث شدند که او بعد از مدتی متوجه تغییراتی در خود شود. دیگر راحت تر تمرکز می کرد و حواسش به سادگی پرت نمی شد. حتی عمل کرده حافظه اش هم بهبود پیدا کرد. تمام این اتفاقات موجب شدند که او به شیوه فرایادگیری یا آموختن چطور آموختن علاقمند شده و این انگیزه را پیدا کند که آن را به دیگران هم بیاموزد جیم کویک میگوید اینکه به بچه ها بگویی تمرکز کن مثل این است که به فردی که بلد نیست گیتار بنوازد بگویی گیتار بزن قطعا نواختن گیتار بدون آموختن نواختنش غیر ممکن است او در ادامه میگوید اگر دانش قدرت است پس یادگیری دانش ابر قدرت است مقدمه ای که شنیدید برای این بود که بگوییم اگر شما هم مانند جیم کویک درگیر مسائلی در زندگی خود هستید که باعث شدهاند با مشکلاتی در یادگیری دست و پنجه نرم کنید درباره خودتان عقاید غیر واقعی داشته باشید و انگیزه خیش را برای ادامه دادن مسیر دلخواهتان از دست بدهید بنابراین نیاز دارید که بی حد و مرز کردن ذهنتان را بیاموزید خلاصه یک کتاب بی حد و مرز نوشته جیم کویک به شما کمک می کند که با چند تغییر در ذهنیت خود مغزتان را بهبود بخشیده و دوباره به مسیر اصلی بازگردید. یک سه ستون مهم بی حد و مرز شدن چه هستند؟ دو آیا نبوغ خدادادی است یا قابل اکتساب؟ و سه روش چهل هفتاد چگونه به تفکر و تصمیمگیری بهتر ما کمک می کند؟ بوکلایت شماره یک بی حد و مرز بودن به معنای ابر قهرمان شدن نیست. جان کویک در جایی از کتاب میگوید که بیشتر زندگیش را اجازه داده که دیگران او را با محدودیت‌هایش بشناسند. محدودیت‌هایی که خودش ساخته بود. او فکر می کرد که چون در کودکیش آسیب دیده، پس دیگر فرد کاملی نیست و نمی‌تواند به آینده امیدوار باشد. اما کم کم با کمک تعدادی از دوستان و اطرافیانش فهمید که محدودیت‌هایش نه تنها محدودیت نیستند بلکه فقط موانعی هستند که باید آنها را رد کند. بیاد و مرز شدن فقط به معنی سریع یاد گرفتن و حافظه بدون نقص نیست. بیاد و مرز شدن یعنی پیشرفت کردن بیشتر از آنچه که فکرش را بکنید امکان پذیر است. اگر به این نتیجه رسیده اید که در حد قابلیت خود عمل نمی کنید، اگر شکافی بین واقعیت کنونی و واقعیت مطلوبتان احساس می کنید، دلیلش این است که دچار نوعی محدودیت هستید. این محدودیت سه حالت دارد. یک، محدودیت در ذهنتان. یعنی به خودتان، توانایی هایتان، آنچه لیاقتش را دارید یا آنچه که امکان پذیره است، به اندازه کافی باور ندارید. دو محدودیت در انگیزه تان انگیزه محرک هدف یا انرژی کافی برای انجام کار مورد نظرتان را ندارید و سه محدودیت در روش هایتان شما بر اساس روش هایی که از قبل آموخته اید عمل می کنید در حالی که این روش ها لزوما برای دستیابی به نتایج مورد نظر شخص شما موثر نیستند به دلیل یکی از این محدودیت هاست که اکثر آدم ها کم کم رویاه ها و اهداف خود را کوچکتر و کوچکتر می کنند. آنها به مرور به این باور می رسند که چیزی که به آن تبدیل شده اند همه چیز است و نمی تواند تغییر کند. اما باید بدانید که همه ما پتانسیل های باور نکردنی داریم که فقط منتظر بیدار شدن هستند. همه ما می توانیم به ذهنیتی بی حد و مرز، انگیزه بی حد و مرز و روشی بی حد و مرز دست پیدا کنیم. برای بیشتر مشخص شدن سه بخشی که گفتیم به این توضیحات توجه کنید. 1. ذهنیت باورها، گرایشها و فرضیات وجودی درباره اینکه چه کسی هستیم، عملکرد جهان چگونه است، قادر به انجام چه کارهایی هستیم، لیاقت چه چیزی را داریم و چه چیزی امکان پذیر است. دو انگیزه هدف فرد و انرژی لازم برای اینکه به شیوهی ای مشخص رفتار کند. و سه روش فرایندی مشخص جهت دستیابی به هر چیزی به خصوص شیوهی منظم، منطقی و روشمند برای آموزش حالا نگاهی مجدد به نمودار بی و مرز در این بوکلایت بیاندازید همانطور که میبینید زمانی که هر سه بخش مغز یعنی ذهنیت، انگیزه و روش با یکدیگر تلاقی پیدا کنند حالتی به نام بی و مرز شدن پدید میآید. نکته مهم این است که بتوانیم هر کدام از این بخش را به شکل جداگانه ای نامحدود کنیم که در این کتاب دربارهاش خواهید آموخت اما علاوه بر محدودیت های درونی محدودیت هایی هم وجود دارند که بیرونی هستند مانند شخصیت های شرور فیلم ها در برابر ذهن ابرقدرت ما قرار می گیرند و توسط فناوری قدرتمند می شوند. البته که فناوری فواید بسیاری برای زندگی بشر داشته است و زندگی انسانها را تا حد زیادی آسان کرده اما اگر نتوانیم ارتباط خود را با آن کنترل کنیم میتواند تبدیل به مانعی برای یادگیری شود جان کویک نمیگوید که برای همیشه فناوری را کنار بگذارید بلکه او یک پیشنهاد آسان و قابل انجام دارد او میگوید که برای جلوگیری از تحلیل رفتگی ذهن و حافظه بر اثر استفاده بیش از حد از فناوری یکی از بهترین کارهایی که میتوانید انجام بدهید این است که روزی سی دقیقه با همه دستگاه های دیجیتال خود خداحافظی کرده و کنارشان بگذارید این کار به شما فرصت می دهد که ذهنتان را استراحت بدهید و به افکار خلاقانه بپردازید یکی دیگر از عواملی که باعث می شود ما نتوانیم از فضای نامحدود ذهن خود استفاده کنیم نداشتن دانش کافی درباره عملکرد مغزمان است. ما فرض می کنیم که ظرفیت ذهنمان ثابت و غیر قابل تغییر است. در حالی که ما با یک فضای بینهایت سر و کار داریم. مغز ما آنقدر انعطاف پذیر است که هر بار چیزی جدید یاد می گیریم ارتباط سیناپسی جدیدی می سازد. سخت افزار خود را به روز می کند و در نتیجه باهوش در می شود. بنابراین با بهین سازی و بازنویسی مغزتان می توانید قابلیت های بیشتری از خیش بروز دهید. البته که قرار نیست مانند مردن کبوتی با انگشتان خود تارهای قدرتمند پرتاب کنید اما هر روز می توانید ارتباط سیناپسی جدیدی درون سرتان بسازید و ذهنتان را نامحدود کنید. در بوکلایت بعدی توضیح خواهیم داد که چطور می توانیم با ریشه‌کن کردن باورهای محدود کننده خیش یک ذهنیت بی حد و مرز بسازیم. بوکلایت شماره دو ذهنیت بی حد و مرز اولین عنصر در مدل سبخشی بیحد بی حد و مرز ذهنیت است. ذهنیت از باورها، فرضیات و گرایش هایی ساخته شده که درباره خود و جهان داریم. رفتارهای ما کاملا بر اساس این باورها هدایت می شود. پس بهتر است قبل از اینکه درباره نحوه یادگیری بیاموزیم باورهای زیربنایی خود را مورد بررسی قرار دهیم ما با ذهنیت های از پیش تعیین شده درباره توانایی های خود به دنیا نمی آییم بلکه طرز فکرمان را از جامعه و افرادی می که در زندگی ما بوده یا هستند برای روشنتر شدن مسئله به این مثال توجه کنید یک فیل را در نظر بگیرید که از زمانی که به دنیا آمده به یک چوب فرو رفته در زمین بسته شده وقتی فیل بسیار کوچک است نمیتواند چوب را از زمین بیرون بکشد بنابراین بالاخره دست از تلاش برمیدارد سالها میگذرد و فیل بزرگ و بزرگتر می شود او حالا آنقدر قوی هیکل شده است که میتواند با یک حرکت ساده چوب را از زمین بیرون بکشد اما او این کار را نمی کند چرا که بر اساس تجربه کودکیش فکر می کند که تلاش کردن بیفایده است. در روانشناسی به این حالت درماندگی می گوییم. اکثر ما انسان ها در تمام زندگی خود رفتاری مانند فیل مثال بیان شده نشان می دهیم. ما بر اساس تجربه های گذشته خود یا اطرافیانمان فکر و رفتار می کنیم. این باورهای غلط باعث می شوند که دائما به خودمان دروغ بگوییم. اما واقعیت این است که همه ما از یک زمان به بعد می توانیم ذهنیت خود را نسبت به همه چیز تغییر بدهیم و بدانید که اگر این کار را نکنیم مسئولیت اشتباهاتمان فقط با خودمان است همانطور که مارک توین می گوید آنچه نمیدانید شما را به درد سر نمی اندازد بلکه چیزی شما را به درد سر می اندازد که بدان اطمینان دارید اما اشتباه است. باورهای محدود کننده و دروغین باعث می شوند که ما همیشه عقب بمانیم. جان بروس، اندرو شاته و آدام پرلمان در کتابشان به نام تعادل این اعتقادات را باورهای کوه یخ می رامند. چون بسیاری از آنها زیر سطح ناخودآگاه ما قرار دارند به گفته آنها باورهای کوه یخ در عمق ذهن ما دارند بسیار قدرتمند هستند و احساسات ما را تحریک می کنند هر چه کوه یخ استوارتر باشد خرابی بیشتری به بار میآورد باعث هرج و در برنامه های ما می شود و کاری می کند که فرصت را از دست بدهیم کوه های یخی جلوی نبوغ ما را می گیرند شاید فکر کنید که فقط تعداد کمی از افراد نابغه هستند اما واقعیت این است که همه ما دارای نبوغ هستیم نبوغی که جایی در اعماق وجودمان قرار دارد بی حد و مرز کردن خود یعنی آزاد کردن همین نبوغ و نابغه درونتان اما برای این کار باید فکری به حال کوههای یخی بکنیم در بوکلایت بعدی از سه روش نجات از این باورها صحبت خواهیم کرد بوکلایت شماره سه سه برای اینکه باورهای محدود کننده تبدیل به فرصتهایی جدید شوند راس براون میگوید زندگی هیچ محدودیتی ندارد به جز محدودیت هایی که خود شما تعیین می کنید. اما این محدودیت ها را به کمک این روشها ها می توان تغییر داد. راه اول باورهای محدود کننده خود را نام ببرید باورهای محدود کننده معمولا در کودکی ریشه دارند این فقط به دلیل رفتار والدین ما نیست بلکه محیط های اجتماعی و مدرسه هم در شکل گیری این باورها نقش دارند عباراتی مثل من نمیتوانم، من نیستم یا انجام نمیدهم تعدادی از این باورها هستند و اثرات عمیقی بر زندگی ما میگذارند. از اینکه این جملات چطور باعث می شوند در زندگی عقب بمانید و صرف زمان برای پیدا کردن منبع این باورها بسیار رهایی بخش است چون به محض آگاهی متوجه می شوید که این حرفها اصلا واقعیت ندارند و فقط نظراتی هستند که اتفاقا شواهد بسیار زیادی برای اثبات اشتباه بودنشان در زندگیتان دارید بنابراین هر وقت که این افکار به ذهنتان رسید جوابشان را قاطعانه بدهید مثلا اگر با خودتان فکر کردید که من همیشه فلان کارها را بد انجام می دهم یک لحظه مکس کنید و در جوابش بگویید که این که قبلا این کارها را بد انجام می دادم به این معنی نیست که الان هم نمی توانم درست انجامشان بدهم سپس چند مثال را به خود یادآوری کنید که قبلا خوب انجامشان نمیدادید اما حالا در آنها حرفه ای شده اید راه دوم شواهد را بررسی کنید باورهای محدود کننده نقش بسیار مهمی در احساسات ما دارند. این باورها با خود منطقی ما همیشه در جنگ هستند. بهترین کار در زمانی که این افکار به سرتان هجوم می آورند این است که از خودتان بپرسید اصلا این باورها چقدر واقعیت دارند؟ احتمالش زیاد است که در آن لحظه با جستجو در میان خاطراتتان به دنبال شواهدی برای واقعی کردن باورهایتان بگردید. اما اجازه بدهید با یک مثال حواستان را جمع کنیم. فرض کنید مشغول انجام کاری هستید که در موردش اعتماد به نفس کافی ندارید. منتقد درونتان هم دائما در حال حرف زدن است و سرانجام شما را گمراه می کند. اتفاقی که میافتد این است که شما به دلیل گیج شدن و استرس زیاد کارتان را به خوبی انجام نمی دهید. در آخر هم نتیجه می گیرید که برای انجام آن کار خوب نیستید. این مثال را زدیم که بگوییم وقتی مشغول بررسی واقعیت هستید که پشت باورهای شما قرار دارند حتما باید دو چیز را در نظر بگیرید اول اینکه آیا شواهدی وجود دارد که ثابت کند شما در کار خود خوب عمل نمی کنید؟ دوم اینکه آیا شواهدی که به دست می آورید منطقی یا صرفا نتیجه صداهای داخل سرتان هستند؟ راه سوم باوری جدید خلق کنید حالا که فهمیدید باورهای محدود کننده به کوه یخ معروفند و واقعیت آنها را نیز آموختید زمان آن رسیده که برای خلق باورهای جدید قدم بردارید باوری که هم محدودیت های ذهنی شما را کنار بزند و هم برای خود بیحد و مرزتان مفید باشد فرض کنید که یکی از باورهای محدود کننده شما این است که همواره در مشکل ترین لحظات زندگیتان کم میآورید ابتدا باید این طرز فکر را به عنوان یک باور محدود کننده شناسایی کنید سپس واقعیت آن را مورد ارزیابی قرار دهید قطعا آنچه دستگیرتان می شود این است که با اینکه در بعضی لحظات پرفشار زندگیتان دچار اضطراب شده اید اما همه آنها برایتان فاجعه بار نبودند و بارها هم به نتیجه مثبت رسیده اید حالا در این شرایط باور جدید چه می تواند باشد؟ قطعا هیچ کس در تمام لحظات سخت زندگی خود پیروز نخواهد شد و من باید به دفعاتی که بهترین عمل کرد را داشته ام افتخار کنم. این باور جدید کمکتان می کند که بعدها در شرایط مشابه ذهنیت سالم تری داشته باشید. مسئله ای که در اینجا اهمیت دارد این است که شخصیتی جداگانه برای باورهای محدود کننده خود خلق کنید. متخصصان بسیاری اتفاق نظر دارند که تا وقتی اعتقاد دارید که منتقد درونتان صدای خود واقعیتان است هیچ وقت نمیتوانید بر آن پیروز شوید بنابراین یکی از کارهای مفید این است که به منتقد درونتان نامی مزهک و مسخره بدهید برای او شخصیتی کارتونی خبیس و در عین حال ضعیف تصور کنید هر بار وارد سرتان شد او را فرد جدایی از خودتان بدانید که هیچ ربطی به شما ندارد هرچه در تشخیص این صدا از خود واقعیتان بهتر عمل کنید در خلق باورهای جدید هم موفق تر خواهید بود حالا که سه راه رهایی از باورهای محدود کننده را آموختید خوب است که کمی هم با دروغها و افسانه هایی که در این راه ممکن است صدی در برابرتان ایجاد کنند آشنا شوید در بوکلایت بعدی هفت دروغ یادگیری خواهید آموخت بوکلایت شماره چهار هفت افسانه محدود کننده که برای خود تعریف می کنید گاهی فردی که بیشتر از همه به ما دروغ می گوید خودمان هستیم آنقدر هم خوب دروغ می گوییم که به راحتی باورش می کنیم. واقعیت این است که همه ما در جریان بیپایانی از اطلاعات غلط قرار داریم از اطلاعات غلط درباره محدودیت های من گرفته تا توانایی من. این اطلاعات تلاش می کنند صدی در برابر مسیر بی حد و مرز شدن ما بسازند. در ادامه هفت عدد از آنها را به شما معرفی خواهیم کرد. اولین دروغ هوش تغییر نمی کند. ذهنیت به دو بخش ثابت و رشد تقسیم می شود. کارول دوک محقق حوزه یادگیری تفاوت میان این دو ذهنیت را این گونه توضیح می دهد. در ذهنیت ثابت دانش آموزان اعتقاد دارند که مهارتها، هوش و استعدادهای پایهشان همگی ثابت و تغییرناپذیرند و از هر کدام مقداری دارند. اما در ذهنیت رشد دانش آموزان اعتقاد دارند که استعداد و توانایی هایشان را می توانند با تلاش، آموزش خوب و پافشاری بهبود بخشند. آنها فکر نمی کنند که همه یک شکل هستند یا همه میتوانند اینیشتین شوند، اما معتقدند که با تلاش می توانند از اکنون خود باهوشتر باشند. با این حال اکثر ما انسانها ایده ذهنیت ثابت را پیش میگیریم. و تفکری را ادامه می دهیم که خانواده هایمان داشتند. برای مقابله با دروغ اول اگر این باور جدید را که هوش سیال و تغییر پذیر است در خود تقویت نمایید می توانید از ظرفیت بیشتری از مغز خود استفاده کنید. دومین دروغ ما فقط از ده درصد مغزمان استفاده می کنیم. بدانید که این یک افسانه است و بیشتر توسط رسانه ها و فیلم های سینمایی به ذهن افراد وارد شده است. به عنوان مثال در یک فیلم سینمایی به اسم لوسی درباره این موضوع صحبت می شود که اگر ما می از صد درصد توان مغزی خود استفاده کنیم چه اتفاقی می دیوید ایگلمن متخصص علوم اعصاب پاسخ کنایه آمیزی به این پرسش می دهد و می گوید دقیقا همین کاری را که امروز می توانیم انجام دهیم انجام می دادیم. واقعیت این است که ما همین حالا هم از صد درصد مغزمان استفاده می کنیم. شواهد و تحقیقات علمی بسیاری نشان دادند که تمام بخش های مغز ما همیشه فعال هستند. حتی در زمان خواب که معمولا فکر می کنیم قسمت هایی از آن باید خاموش و در حال استراحت باشند. بنابراین لازم است بگوییم که این ایده آنقدر اشتباه است که فقط باید به آن خندید بدانید که تمام قدرت مغزتان همین حالا در اختیارتان است و آرمان شهری که هر یک از این فیلم ها برنامه های تلویزیونی و سایر رسانه ها نشان میدهند برای شما نیز ممکن است اما برای این کار به چند قدم مهم نیاز دارید که تا پایان این کتاب درباره صحبت خواهیم کرد باور جدید جایگزین من یاد میگیرم که از تمام مغزم به بهترین شکل ممکن استفاده کنم. سومین دروغ اشتباهات شکست هستند. آیا واقعا اشتباهات ما به معنای شکست هستند؟ یک لحظه به اینشتین فکر کنید که نامش همیشه در میان اولین نابغه های جهان قرار دارد. او کارهای فوق‌العاده‌ای در زمینه های علمی انجام داده است. داشتن چنین شهرتی میتواند باعث شود که به راحتی تصور کنیم او هیچ وقت در زندگیش مرتکب اشتباه نشده، اما اینطور نیست. اینشتین در دوران دانش آموزیش سطح پایین تری نسبت به سایر دانش آموزان داشت. معلمانش معتقد بودند که او پیشرفت بسیار کندی دارد. او حتی بعدها در مسیر شغلیش هم دوچار چند اشتباه محاسباتی شد. با این اصاف اگر او به خاطر اشتباهاتش تسلیم می شد چه اتفاقی می نقل قول معروفی از او وجود دارد که گفته است کسی که هرگز اشتباه نکرده در واقع هیچ چیز جدیدی را امتحان نکرده است. متاسفانه دروغ سوم از دوران کودکی در ما ریشه دوانده است معمولا اطرافیانمان ما را به دلیل اشتباهاتمان قضاوت میکردند و حتی مورد سرزنش قرار میدادند در واقع اشتباهات ما معمولا نه به عنوان ابزاری برای یادگیری بلکه برای اندازهگیری تواناییهایمان به کار گرفته میشوند اما واقعیت این است که اشتباهاتتان نشان میدهند که شما در حال امتحان کردن چیزی جدید هستید شاید فکر کنید که همیشه باید فوقالعاده باشید اما زندگی فقط مقایسه کردن خودتان با دیگران نیست بلکه مقایسه کردن خودتان با کسی است که دیروز بودید باور جدید شکست وجود ندارد شکست فقط ابزاری برای یادگیری بیشتر است دروغ چهارم دانش قدرت است کویک قبلا به این افسانه اعتقاد داشت همان زمان که پسری با مغز خراب بود آن وقتها فقط دوست داشت که به تماند مانند هم کلاسی هایش درسها را یاد بگیرد. اما وقتی توانست این کار را انجام بدهد، خیلی سریع فهمید که داشتن دانش باعث تمایز او از آدم های اطرافش نمی شود، بلکه آنچه او را متفاوت می کند، نحوه استفاده از آن دانش است. دانش قدرت نیست، دانش فقط پتانسیل این را دارد که قدرت باشد. شما می توانید این کتاب را بخوانید و تمام آن را به خوبی بیاموزید اما اگر از نکاتش استفاده نکنید بیفایده خواهد بود شما باید دانش خود را تبدیل به عمل کنید باور جدید دانش به همراه عمل است که منجر به قدرت می شود دروغ پنجم یادگیری چیزهای جدید بسیار مشکل است کارل گریدر یک زیستشناس ملکولی در آمریکاست. او در سال 2009 به خاطر کشف اینکه چگونه تومورها همراه با سن تغییر می کنند موفق به دریافت جایزه نوبل شد و کمک زیادی به درمان سرطان کرد چنین سابقه ای ممکن است باعث شود که همه فکر کنند او در دوران تحصیلش بسیار موفق عمل کرده و هیچ مشکلی در یادگیری نداشته است اما واقعیت این است که کارول دوران تحصیلی سختی را گذرانده بود او به دلیل مشکل خانش پریشی که نوعی ضعف در یادگیری است همیشه کند عمل می کرد و گاهی دچار این حس می شد که یک فرد احمق است او کم کم به دنبال راههای جدیدی برای یادگیری گشت بعدها متوجه شد که درست است که در خواندن و هجی کردن مشکل دارد اما در حفظ کردن بسیار خوب عمل می کند بنابراین بیشتر تمرکزش را روی این بخش گذاشت او توانست ناتوانی خودش را دور بزند و نتیجهش را هم دید مهم نیست که چقدر باهوش هستید. مهم این است که چگونه باهوش هستید. یادگیری چیزهای جدید می تواند گاهی بسیار مشکل باشد، اما لازم است که در این راه ثبات داشته باشید و بدانید که یادگیری مجموعه ای از روش هاست که یکی یا چند تا از آنها برایتان مناسب است. باور جدید زمانی که راه های متفاوتی را برای یادگیری امتحان کنید چالش یادگیری چیزهای جدید هم برایتان ساده و لذت بخش خواهد شد دروغ ششم انتقاد دیگران مهم است بخشی از بیحد و مرز بودن این است که یاد بگیریم ترسی از انتقاد دیگران نداشته باشیم تاریخ پر از آدم است که به این توانایی رسیدند مانند برادران رایت آنها با اینکه موفق شدند یک ماشین پرنده بسازند تا سالها توسط رسانه ها و حتی برخی دانشمندان مشهور آن زمان مورد تمسخر قرار می گرفتند. با این حال برادران رایت این موج منفی و ناامید کننده را نادیده گرفتند کارهای بیشتری انجام دادند و ماشین پرنده خود را تکمیل کردند. سرانجام هم توجهی را کلایقش بودند دریافت نمودند. خلق زندگی دلخواهتان شاید کمی ترسناک به نظر برسد اما میدانید چه چیزی از آن ترسناکتر است پشیمانی روزی که داریم نفسهای آخرمان را میکشیم نظرات دیگران اهمیتشان را از دست میدهند و تنها چیزی که مهم میشود این است که چطور زیسته ایم اگر قضاوتهای ناعادلانه در مورد خودتان را نادیده نگیرید هرگز پتانسیل واقعی خود را کشف نخواهید کرد اجازه ندهید که انتظار و نظر دیگران باعث شود که زندگی شما به سمت نابودی پیش برود. باور جدید دوست داشتن، عشق ورزیدن یا احترام گذاشتن به من وظیفه دیگران نیست بلکه وظیفه خودم است. دروغ هفتم نبوغ از بد به تولد مشخص می شود. هیچ کس در این دنیا نیست که بروسلی را نشناسد و نداند که او در زمینه هنرهای رزمی یک نابغه است اما کمتر کسی میداند که بروسلی چه هایی را برای رسیدن به این نقطه پشت سر گذاشته است اگر او را قبل از موفقیتش میدیدید و در جریان زندگیش قرار می گرفتید هیچگاه فکر نمی‌کردید که او در بزرگسالی نابغه شود خانواده بروسلی بعد از تولد او در سان فرانسیسکو تصمیم گرفتند که به هنگ کنگ مهاجرت کنند. این مهاجرت چالش های بسیاری برای او به وجود آورد. او نه به عنوان یک چینی مورد پذیرش قرار می گرفت و نه به عنوان یک آمریکایی. هر دو طرف همیشه او را وصله ناجوری می دانستند و دائما با او سر ناسازگاری داشتند. بروسلی همیشه دچار تنش بود و سرانجام تصمیم گرفت که برای جنگیدن با این زندگی سخت واقعا به یادگیری مبارزه رو آورد او تمرین های دشوارش را نزد استاد بزرگش ییپمان شروع کرد و بعدها تبدیل به یکی از سرسختترین مبارزان جهان شد حال پرسشی که پیش می آید این است که آیا لی از همان ابتدا نابغه هنرهای رزمی بود؟ آیا ذاتن تمام این مهارتها را در خودش داشت؟ یا اینکه به دلیل تمرکز، تمرین و مداومت در یادگیری اش تبدیل به یک نابغه شد. نویسنده یک کتاب راز استعداد دنیل کویل در رابطه با ذاتی بودن یا نبودن استعداد می گوید نبوغ از بد و تولد حاصل نمی شود بلکه در وجود انسان پرورش داده می شود. از طریق یادگیری و تمرین هر کسی می تواند استعدادی را در خود پرورش بدهد و نابغه به نظر برسد. این اتفاق ممکن است در همان سالهای ابتدایی زندگی پیش بیاید یا ممکن است بعدها خودش را نشان بدهد. باور جدید نبوغ از بد به تولد ظاهر نمی شود بلکه از طریق تمرین زیاد حاصل می شود. تا اینجا درباره ابعاد ذهنیت بیحد و مرز خاندید. بوکلایت شماره پنج انگیزه بی حد و مرز هدف انگیزه چیزی نیست که یک روز صبح با آن از خواب بیدار شوید و همه کارها را به بهترین شکل ممکن انجام دهید انگیزه یک حس یا حالت لحظه ای نیست بلکه یک فرایند است که دائما باید تقویت شود مجموعه ای از احساسات دردناک یا لذت بخش که مانند سوختی برای انجام کارهای ما عمل می کنند. ما میتوانیم انگیزه را با مشخص کردن هدف، پرورش انرژی ذهنی و فیزیکی و تعیین قدم های کوچک در خود رشد بدهیم. با چرا شروع کنید؟ سایمون سینک کتابی با همین نام دارد و تاکید می کند که توانایی انتقال پاسخ این سوال که واقعا چرا دارید کاری را انجام می دهید بسیار مهم است. او توضیح می دهد که اگر بتوانید باوری را که شما را پیش می راند به خوبی بیان کنید مردم حتما مشتاق آنچه می شوند که پیشنهاد شماست. به بیان دیگر مردم کاری را نمی خرند که شما انجام می دهید. بلکه دلیلتان برای انجام آن کار را میخرند. پس اگر خودتان ندانید که چرا یک کار را انجام می دهید، دیگران چطور بفهمند؟ برای بهتر پاسخ دادن به این چرا باید بیشتر درباره هدف بدانید. هدف نقطه است که فرد آرزوی رسیدن به آن را دارد. این هدف ممکن است خواندن یک کتاب در هفته، یادگیری زبان جدید، خوشاندامتر شدن و غیره باشد. بعضی از افراد هستند که هدف را با علاقه اشتباه میگیرند. اما این دو کاملا با هم متفاوت هستند. علاقه در واقع چیزی است که منجر به هدف می شود و هدف نحوه استفاده از علاقه تان است. به عنوان مثال جیم کویک به یادگیری علاقه دارد اما هدفش این است که به دیگران آموزش بدهد که چگونه یاد بگیرند. البته که یافتن علاقه نیازمند آزمون و خطاست. است ممکن است در همان سالهای ابتدایی زندگی خود بفهمید که واقعا به چه چیزی علاقه دارید ممکن است که بارها نیاز به بررسی و تجربه کردن پیدا کنید حتی ممکن است چند علاقه مختلف داشته باشید و بخواهید آنها را با هم پرورش دهید فعلا به سراغ ادامه بوکلایت نروید همین حالا یک کاغذ بردارید و سه تا از علاقه های کنونی خود را بر روی آن بنویسید حالا که فهمیدید علاقه با هدف چه تفاوتی دارد و از چند علاقه خود نیز مطمئن شدید باید بروید سراغ اهدافتان در ادامه از چند ویژگی مهمی که هر هدفی باید داشته باشد خواهیم گفت 1. اهداف شما باید مشخص باشند یعنی واضح و پر از جزئیات باشند نباید صرفا یک خواسته گنگ و کلی بنویسید به عنوان مثال میخواهم پول دار شوم اصلا هدف مشخصی نیست به جایش مثلا بگویید که میخواهم در پایان سال 1400 پنجاه میلیون تومان پس انداز در حساب بانکیم داشته باشم دو قابل اندازگیری باشند باید بتوانید برای اهدافتان اندازه و مقدار تعیین کنید تا در نهایت بفهمید که چقدر موفق عمل کرده اید. س. دست یافتنی باشند. یعنی بتوانید با انجام بعضی کارها و برنامه ریزیها در مسیرشان گام بردارید. نباید چندان رویایی و دور از دسترس باشند. البته که باید شما را به چالش بکشند اما دست یافتن به آنها هم نباید غیر ممکن باشد. چهار مرتبط باشند باید با علایق ارزش های بنیادین زندگیتان و توانایی های شما همخانی داشته باشند پنج مبتنی بر زمان باشند یعنی بتوانید برای آنها زمان مشخص کرده و در پایان آن زمان دست به ارزیابی بزنید حالا بگویید که آیا هدف زندگی خود را میدانید؟ اگر نمیدانید هم هیچ اشکالی ندارد همین حالا دست به کار شوید و کمی در این باره بنویسید. با خودتان فکر کنید که هدف زندگی شما چه چیزی می تواند باشد. برای فهم بهتر هدف زندگیتان باید درباره ارزش ها و دلایل محکمی که برای رسیدن به آن هدف دارید خوب بیاندیشید. ارزش های خود را به خوبی شناسایی کنید و حواستان باشد که آنها را با عادت هایتان اشتباه نگیرید. پشت باورهایتان هم باید احساسات واقعی و عمیقی وجود داشته باشد تا برایتان قطعی شوند. بوکلایت شماره 6 انگیزه بی حد و مرز انرژی تا اینجا گفتیم که برای انگیزه داشتن نیازمند هدف هستید. اما آیا همین یک کار سبب می شود که انگیزه پایدار و بی حد و مرزتان تضمین شود؟ واقعیت این است که اگر در این راه به سلامات جسمانی و ذهنی خود فکر نکنید، خستگی میتواند شما را از پای بی اندازد. مغز شما نیاز دارد که انرژی مورد نیازش را دریافت کند تا تواند به درستی فکر کند. جیم کویک چند راه کاربردی برای افزایش انرژی مغزی پیشنهاد می کند. یک رژیم غذایی با مواد مغذی سالم زمانی که مغز شما مجبور است از سوخت اندکی استفاده کند، قادر نخواهد بود که همه توانش را به کار ببندد. بهتر است به جای خوراکی های ناسالم و غیر مفید از سبزیجات، میوه ها، غذاهای سالم و آب فراوان استفاده کنید. دو، ورزش کردن. همبستگی مستقیمی بین ورزش کردن و عملکرد مغز وجود دارد. نیازی نیست که حتما ورزش های سنگین انجام دهید. شواهد بسیاری نشان دادند که حتی ده دقیقه ورزش هوازی در روز میتواند مزایای بسیاری داشته باشد. 3. گروه همتایان مثبت. پتانسیل مغزی شما تنها با شبکه های بیولوژیکی یا شبکه های عصبیتان ارتباط ندارد. این پتانسیل همچنین با شبکه اجتماعیتان نیز مرتبط است. سخنران انگیزشی جیمران میگوید که شما میانگین پنج نفری هستید که بیش از همه با آنها وقت میگذرانید هرچه این افراد مثبتتر و با انگیزه تر باشند به شما هم بیشتر کمک می کنند. چهار محافظت از خود شما فقط یک مغز دارید تمام تلاشتان را بکنید که کارهای آسیب زننده به مغز مانند ورزش های افراتی، رانندگی خطرناک، مصرف سیگار و غیره را انجام ندهید یا تا جای ممکن کمتر انجامشان دهید. 5. یادگیری جدید یکی از مهمترین کارهایی که میتوانید برای سلامت مغز خود انجام دهید، یادگیری چیزهای تازه است. یک فهرست یادگیری طولانی بنویسید و به ترتیب اولویت شروع کنید به انجام دادنشان. 6. مدیریت استراب استراب در زندگی هر انسانی غیر قابل اجتناب است. اما اگر استراب از حدی بیشتر شود می تواند عمل کرد مغز را کاهش دهد. راه های متداولی برای کاهش استراب وجود دارند مثل تمرین های تنفسی، انجام مدیتیشن یا مراجعه به یک متخصص. به شیوه محبوب خودتان برای کنترل استراب فکر کنید و انجامش بدهید. هفت، خوابیدن. اگر دوست دارید که تمرکزتان بهتر شود، باید خوب بخوابید. اگر دوست دارید شفافتر فکر کنید، باید زود بخوابید. اگر دوست دارید حافظه بهتری داشته باشید، باید عمیق بخوابید. خواب کافی و با کیفیت در صورتی که بخواهید بهترین و بیشترین بهره را از مغز خود ببرید، ضروری است. در بوکلایت بعدی درباره قدم های ساده و کوچکی می گوییم که در مسیر انگیزه بی حد و مرز کمکمان می کنند. بوکلایت شماره هفت انگیزه بی حد و مرز قدم های کوچک تا اینجا شما هدف یا دلیل کافی برای انجام یک کار را دارید. همینطور انرژی لازم را. اما هنوز نمی توانید انگیزه پایداری داشته باشید. پس مشکل از کجا آب می خورد؟ قدم های ساده و کوچک یعنی کوچکترین کاری که می توانید برای نزدیک شدن به هدفتان انجام دهید. اقدامی که چندان نیاز به تلاش و انرژی نداشته باشد. همین قدم های کوچک به مرور تبدیل به عادت می شوند و به همین دلیل جیم کویک روی آنها اسم شروع های کویک را گذاشته است. این کار باعث می شود که باری بزرگ از روی دوشتان برداشته شود و پس از پایان هر قدم به هدفتان نزدیکتر شوید. حالا به وظیفه مهم فکر کنید که به تعویق انداخته اید. آن وظیفه چیست و چطور می توانید به مراحلی ساده تر تقسیمش کنید؟ مطالعات بسیاری نشان داده که تقریبا چهل تا پنجاه درصد کارهایی که هر روز انجام می دهیم از سر عادت هستند. این یعنی نیمی از روز ما به انجام کارهایی می گذرد که ممکن است اصلا به آنها فکر هم نکنیم. بنابراین اگر قدمهای کوچکتان را آگاهانه تبدیل به عادت کنید، اتفاقات شگفت انگیزی در زندگیتان خواهد افتاد. به عاداتی بیاندیشید که دوست دارید ترکشان کنید. آن عاداتی که شما را از انجام مهمترین کارها در روز باز می‌دارند کدام هستند؟ آنها را یادداشت کرده و دلایلی که شما را وادار به انجامشان می‌کنند نیز بنویسید. حالا چند دقیقه را صرف تفکر درباره عادتی کنید که می‌خواهید پیش بگیرید. سپس در فرایند شروع این عادت ارزشمند و جدید گام بردارید. در بوکلایت بعدی از آخرین چیزی که برای تقویت انگیزه در خود نیاز دارید صحبت خواهیم کرد. بوکلایت شماره 8 انگیزه بی حد و مرز قرقگی. تا به حال پیش آمده که آنقدر در یک کار متمرکز شوید که اصلاً متوجه گذر زمان نشوید یا وعده غذایی خود را فراموش کنید؟ این تجربه را جریان یا غرقگی مینامیم. پژوهشها ها نشان می دهد که حالت جریان یا غرقگی شما را پنج برابر کارآمدتر می کند. دکتر میهای چیکسنت میهایی روانشناس در کتاب بینظیر خود غرقگی می گوید افراد گاهی به قدری درگیر فعالیتی خاص می شوند که انگار هیچ چیز دیگری برایشان اهمیت ندارد. این تجربه آنقدر لذت بخش است که مردم به هر بهایی حاضر به انجامش هستند. دکتر چیکسنت میهایی قربگی را دارای هشت مشخصه می داند. یک، تمرکز مطلق. دو، توجه کامل به اهداف. سه، این احساس که زمان کند یا تند شده است. چهار، احساس پاداش در اثر آن تجربه. پنج، احساس بی درد سر بودن. شش، چالش برانگیز بودن اما نه بیش از حد. هفت، خود به خودی رخ دادن اقدامات ما و هشت احساس راحتی از کاری که انجام می دهیم. برای یافتن قرقگی باید این کارها را انجام دهید. یک، عوامل حواسپرتی را حذف کنید. دو، به خودتان زمان کافی بدهید. سه، کاری را انجام دهید که دوست دارید. چهار، اهداف مشخصی داشته باشید و پنج خود را کمی به چالش بکشید در مسیر قرقگی ممکن است که دشمنانی هم بر سر راهتان قرار بگیرند که باید مراقبشان باشید یک چند وظیفه ای بودن انجام دادن چند کار با هم باعث نمی شود که شما بی حد و مرز شوید بلکه جلوی تمرکز، قرغگی و بی حد و مرز شدن را می گیرد پس در هر زمان سعی کنید که فقط بر روی یک کار تمرکز داشته باشید. دو، اضطراب. عوامل اضطراب آور زندگیتان را بشناسید و در جهت حل کردن مشکل یا حذف کردنشان بر بیایید. سه، ترس از شکست. برای مبارزه با این حالت باید به خودتان بگویید که شکست نه تنها به معنای فقدان کمال نیست بلکه نشانه ای واضح است که دارید خود را در جهت رشد پیش میبرید و چهار اعتقاد نداشتن اگر باور نکنید که دارید به چیزی مهم دست پیدا میکنید در واقع مهم نبودن نتیجه را تضمین خواهید کرد این سوالات را از خود بپرسید آیا مهارت های لازم را برای انجام این کار دارم؟ آیا تمام اطلاعات لازم را برای انجام این کار دارم؟ و آیا علاقه کافی به این پروژه دارم؟ اگر پاسخ حتی یکی از این سوالات منفی بود تا زمانی که برای تمامشان جواب مثبت پیدا کنید وظیفه تان را کنار بگذارید اما اگر پاسخ هر سه سوال مثبت بود یعنی این موجود شرور را هم شکست داده اید شماره 9 روش های بی حد و مرز تمرکز تا این لحظه آموختید که چطور با ذهنیتی کار آمد به هر روز نگاه کنید و چگونه با انگیزه بهینه این کار را انجام دهید اما یک عنصر دیگر هم وجود دارد که باعث می شود بی حد و مرز شدن شما تمام و کمال شود یعنی روش روش مسیرها مسیر ها و رویکردهای های مختلف برای دستیابی به هدفی مشخص هستند. روش در این کتاب فرایند یادگیری یاد گرفتن است که آن را فرایادگیری می نامند. در این بخش از کتاب جیم کویک به ما آموزش می دهد که فرایادگیری را باید در پنج حوزه یعنی تمرکز، مطالعه، حافظه، تندخانی و تفکر بیاموزیم. این به طور کل روشی است که در شیوه یادگیری کویک به افراد و سازمان ها آموزش می دهند. به نظر شما تفاوت فردی که در سطح ابرقهرمانی عمل می کند و کسی که هرگز عبر خود را کشف نکرده است در چیست؟ پاسخی که جیم کویک می دهد این است. در بسیاری از مواقع موضوع تمرکز است. همیشه والدین و معلمان از ما میخواستند که بیشتر تمرکز کنیم یا از عدم تمرکز ما با سؤال چرا درست تمرکز نمی کنی انتقاد می کردند. اما هیچ کدامشان یک بار به این فکر نکردند که شاید دلیلش این باشد که ما اصلا یاد نگرفته ایم چطور تمرکز کنیم. گاهی مثال های تصویری می توانند به بهتر درک کردن یا فهم یک موضوع بسیار کمک کنند. مثلا می توانید آگاهی و تمرکزتان را مانند یک گوی نورانی در نظر بگیرید. این گوی دائما در حال پرش از نقطه ای به نقطه دیگر است. اگر بتوانید آن را برای لحظاتی مشخص در یک نقطه ثابت نگه دارید، یعنی دارید قدرتمند و قدرتمندتر می شوید. با این تمرین آغاز کنید. اگر در حال خواندن مطلبی هستید، چشمانتان را به شکلی روی کلمات حرکت دهید که انگار هیچ چیز دیگری در این دنیا وجود ندارد. هر چقدر گوی نورانی تمرکزتان پرید و روی افکار یا چیزهای دیگر رفت آن را با آرامش به سمت نوشته رو به رو هدایت کنید هر چقدر نیاز است این کار را بارها و بارها تکرار نمایید مطمئن باشید تمرین کردن تمرکز به مدت یک ساعت یا بیشتر در روز خیلی زود به شکل غریزه در می آید. یک کاری که به تمرکز آسیب می رساند چند وظیفه ای بودن است. اگر مشغول تلفنی حرف زدن هستید همزمان رسانه های اجتماعی را چک نکنید یا اگر صبحانه درست می کنید همزمان فهرست کارهای روزانه تان را ننویسید در هر لحظه بر روی یک کار عمیق شوید پاکیزه کردن محیط اطراف نیز کمک بسیار زیادی به تمرکز شما می کند. اگر در زمان تمرکز اطرافتان نامرتب باشد، شلوغی‌های های اطراف برای جلب توجه شما دست به رقابت می‌زنند و در نهایت، باعث کاهش عملکرد و افزایش سطح استرابطا می شود. برخی ورزش ها مانند یوگا، تایچی و هنرهای رزمی خاص نیز می توانند به جمع و جور شدن ذهن آشفته تان کمک کنند. اما اگر کارتان زیاد است و نمی توانید برای یک دوره ورزشی وقت بگذارید، می توانید با سه کار مهم به خودتان کمک کنید. این سه کار عبارتند از یک تمرین تنفس چهار هفت هشت. در این روش ابتدا باید نفس خود را کاملا از طریق بینی بیرون بدهید. سپس به اندازه چهار شماره نفسی عمیق و شکمی بکشید. بگذارید شکم و هایتان کاملا باد کنند. شمارشتان را با آرامش انجام دهید و عجله نکنید. حالا نفس خود را به اندازه هفت شماره نگه دارید. سپس نفس خود را به اندازه هشت شماره خارج کنید. این کار را به شکلی انجام دهید که شکم و ریه هایتان کاملا خالی از هوا شوند چند بار دیگر هم این روش را تکرار کنید تا احساس آرامش به سراغتان بیاید دو کاری را که موجب استراب شما شده است تمام کنید تنها راه نجات از دست کارهایی که باید انجام بدهید انجام دادنشان است وگرنه استراب به تعویق انداختنشان چنان گریبانتان را میگیرد که دیگر راهی برای تمرکز باقی نمیماند بکوشید که حتی اگر شده بخش بسیار کوچکی از کارتان را پیش ببرید. 3. برای حواس های خود زمان تعیین کنید. در زمان انجام وظیفهتان اگر کارتان با تلفن همراهتان دخیل نیست، آن را خاموش کنید و تلفن ثابت را هم از برق بکشید. برای نگرانی ها،, دغدغه ها و حواس های خود زمانی مشخص تعیین کنید. جمله بعدا به این موضوع فکر می کنم می تواند کمکتان کند. بوکلایت شماره ده روش های بی حد و مرز مطالعه روانشناسان از دهه 60 مطرح کرده اند که چهار سطح صلاحیت یا یادگیری وجود دارد اولی عدم صلاحیت ناهشیار نام دارد که یعنی از آنچه چه نمیدانید خبر ندارید دومین مرحله عدم صلاحیت هوشیار نام دارد یعنی از آنچه چه نمی آگاهید سومین مرحله صلاحیت هوشیار است یعنی از وجود مهارتی در خود آگاهید اما نمیدانید که چطور آن را به کار بگیرید مرحله چهارم هم صلاحیت ناهوشیار است در این حالت به شکل خود به خودی و بدون اینکه کار خاصی کنید میدانید که یک کار را چطور باید انجام بدهید و به نوعی برایتان ذاتی است اما جیم کویک یک مرحله دیگر هم به اینها اضافه کرده مرحله تسلط واقعی مرحله ای که فراتر از صلاحیت ناهشیار و در واقع همان بیحد و مرز بودن است. در این مرحله باید مانند عبر ها مطالعه کنید. اما چطور؟ هفت عادت ساده وجود دارد که در این مسیر می تواند کمکتان کند. عادت اول از یادآوری فعال استفاده کنید. در این روش باید ابتدا مطالبی را که مطالعه می کنید مرور کنید سپس کتاب را ببندید یا فیلم آموزشی را قطع کنید و هر آنچه خوانده اید را به خاطر بیاورید. دوباره نگاهی به مطالب بیندازید و ببینید که چقدر از آنها را به یاد آورده بودید. عادت دوم از تکرار با فاصله زمانی معین استفاده کنید. مرور مطالب را با فاصله زمانی انجام دهید و هر بار روی بخش هایی که در دفعات پیش به خاطر نمی آوردید تمرکز کنید. با این کار می توانید از مغز خودتان بیشترین بهره را ببرید. در میان هر مطالعه هم به خودتان استراحت بدهید. عادت سوم حواستان به حالت باشد. هر چه در هنگام مطالعه حالت بهتری داشته باشید، عملکردتان هم بهتر خواهد بود. طوری بنشینید که گویی سعی دارید مهمترین اطلاعات زندگیتان را به دست بیاورید. اگر حس کردید باید جابجا شوید، این کار را انجام بدهید. صاف نشستن را هم جدی بگیرید. این کار باعث می شود که اکسیژن بیشتری به مغزتان برسد. عادت چهارم موسیقی برای ذهن. پژوهش های بسیاری نشان داده است که ارتباط عمیقی میان موسیقی و حالت روحی و به دنبال آن بین حالت روحی و یادگیری وجود دارد. کریس بوید بروئر متخصص موسیقی و یادگیری می گوید موسیقی موجب تثبیت وزن و آهنگ ذهنی، فیزیکی احساسی و دستیابی به حالت تمرکز عمیق می شود. در این حالت می توانیم اطلاعات زیادی را پردازش کرده و بیاموزیم. و عادت پنجم از یادداشت های خود یادداشت بردارید. مزیت یادداشت برداری این است که باعث می شود اطلاعات لازم را در دایره واژگان و شیوه تفکر خود حفظ کنید. یادداشت برداری از یادداشت خود به این معنی است که یک کاغذ بردارید در سمت راست آن چیزی که خوانده اید یا شنیده اید را بنویسید و در سمت چپ چیزی را که نوشته اید دوباره به شکلی نو خلق کنید. بوکلایت شماره 11 روش های بی حد و مرز حافظه حافظه شما یکی از مهمترین دارایی های شماست. حافظه از شما در تمام حوزه های زندگی پشتیبانی می کند و برای تمام اقداماتی که اکنون انجام می دهید و هر اقدامی که در آینده انجام خواهید داد اساسی است. همواره این سنکته را برای افزایش حافظه خود به خاطر داشته باشید. انگیزه، مشاهده، روش ها یک انگیزه واقعیت این است که احتمالش بیشتر از چیزهایی را به یاد بیاوریم که برای به یاد آوردنشان انگیزه داریم. دو مشاهده اکثر اوقاتی که قادر به یادآوری مطلبی نیستیم دلیلش مشکل حافظه نیست بلکه مشکل توجه است اگر برای بهبود حافظه خود جدی هستید خود را شرطی کنید که اگر در موقعیتی قرار گرفتید که نیاز به حفظ کردن بود کاملا حاضر آماده و مشاهده گر باشید و سه روش ها در ادامه روش هایی را در اختیارتان قرار می دهیم که به کمک آنها می توانید حافظه تان را بهبود ببخشید. بهتر است نکاتی را که میاموزید در قالب یک داستان تصویری برای خود دوباره تعریف کنید. تجسم بخشیدن به نکته هایی که میاموزید و ساختن ارتباط های تصویری که حتی میتوانند فانتزی باشند بسیار در به یاد کمک می کند. همچنین جایگزینی واژگان نیز می تواند در یادآوری مفید باشد به این معنی که تصویر یا تصاویری آنقدر آشنا به دست بیاوریم که به کلمه اصلی نزدیک باشد. ممکن است این تصاویر بی رفت به معنی کلمه باشند اما در یادآوریش کمکمان کنند به عنوان مثال برای حفظ کردن نیتروژن آن را می توانید جور دیگری در ذهنتان ثبت کنید نیروی ژل یا نام مونرو را موی در حال رویدن تصور کنید یا برای به خاطر داشتن املای درست کلمه قورباغه همیشه آن را یک قوری در باغ تصور کنید سپس واژه های جدید خود را در جایی بنویسید و انبار کنید بوکلایت شماره دوازده روش های بی حد و مرز تندخانی پژوهش ها نشان می دهند که ارتباط مستقیمی بین توانایی شما در خواندن و موفقیتتان در زندگی وجود دارد کسانی که با مهارت مطالعه می کنند شغل بهتر درآمد بیشتر و فرصت های در زندگی خود خواهند داشت خواندن مغز شما را به کار می اندازد موجب بهبود حافظه می شود تمرکزتان را بهبود می‌بخشد. دایره واژگانتان را افزایش می دهد و موجب بهبود درک شما می شود. همین حالا نام سه کتابی که دوست دارید شروع به خواندنشان کنید بنویسید. اولین قدم خود ارزیابی مطالعه و تعیین سرعت آن است. سرعت مطالعه بر اساس تعداد کلمه در دقیقه محاسبه می شود. برای اندازه گیری این میزان تنها نیاز به رومانی ساده، مداد و زمان سنج دارید. حالا باید این مراحل را انجام بدهید. یک زنگ هشدار را طوری تنظیم کنید که بعد از دو دقیقه به صدا در بیاید. دو، با سرعت همیشگی شروع کنید به مطالعه کردن سه خط از کتاب و هر زمان که صدا را شنیدید متوقف شوید. سه، تعداد کلمات سه خط را بشمارید و عدد به دست آمده را به سه تقسیم کنید. این میانگین تعداد کلمات در هر خط است. چهار، تعداد خطوطی را که خوانده اید بشمارید. فقط خطوطی که حداقل تا نیمه صفحه ادامه پیدا کرده اند. خطوطی که از یک کلمه یا یک جمله کوتاه تشکیل شده اند را در نظر نگیرید. 5 میانگین تعداد کلمات هر خط را در تعداد خطوطی که مطالعه کرده اید ضرب کنید. یعنی پاسخهای مراحل سه و چهار را در هم ضرب کنید. 6 این عدد را به دو تقسیم کنید. چرا که به مدت دو دقیقه مطالعه کرده اید. این می شود تعداد کلمات در دقیقه. و هفت، حالا سرعت مطالعه خود را یادداشت کنید. سرعت خواندن هر فرد به طور متوسط بین 150 تا 250 کلمه در یک دقیقه است. این مقدار با توجه به سختی مطلب تغییر می کند. یعنی اگر تعداد کلماتی که خانده اید کمتر از 100 تا در دقیقه است، احتمالاً مطلب برایتان خیلی مشکل بوده. در ادامه با چند روش برای مطالعه سریعتر آشنا خواهید شد. اولین و اصلی ترین کار استفاده از انگشت است. بله، در هنگام مطالعه باید انگشت خود را زیر خطوط حرکت دهید. این کار باعث می شود که ذهن شما روی خطها متمرکز بماند و دچار پرس زنی نشود. در نتیجه سرعتتان هم افزایش پیدا می کند. کار بعدی این است که یک زمان مشخص مثلا چهار دقیقه را در نظر بگیرید و شروع کنید به مطالعه پس از به صدا در آمدن زنگ زمان را روی سه دقیقه تنظیم کنید و دوباره همان خطهایی را که مطالعه کردید از اول بخوانید سعی کنید همان تعداد را در این زمان به پایان برسانید این کار را همینطور با یک دقیقه یک دقیقه کم کردن زمانتان انجام دهید با این تمرین خواندنتان سریعتر شده و مهارتتان تقویت می شود. یکی از دلایل کند بودن سرعت مطالعه افراد این است که کلمات را یکی یکی می‌خوانند. دید میدانی خود را افزایش دهید و به جای تک تک دیدن کلمات سعی کنید که گروه بیشتری از کلمات را یک جا ببینید. در زمان مطالعه از زمزمه کردن کلمات و جملات خودداری کنید. ذهن شما سریعتر از دهانتان است و اگر زمزمه کنید قطعا کندتر میشوید. بوکلایت شماره 13 روش های بی حد و مرز تفکر چرا طیف تفکر اکثر ما محدود است پاسخ این سوال دقیقا مشابه زمانی است که درباره تمرکز صحبت کردیم یعنی وقتی مدرسه می رفتیم، کلاس تفکر نداشتیم برای آموختن شیوه تفکر اولین چیزی که باید بیاموزیم روش استفاده از ابزاری به نام کلاه تفکر است دکتر ادوارد دو بونو نویسنده و متفکر مفهوم شش کلاه تفکر را ابزاری برای رهایی از عادات فکری اشتباه معرفی کرده است. اساس این روش چنین است که تفکر را به شش عمل کرده مجزا تقسیم کرده و به شکل استعاری تعدادی کلاه بر سر بگذاریم. یک، زمانی که در حال جمع آوری اطلاعات هستید کلاه سفید بر سر بگذارید یعنی درباره آنچه باید بررسی کنید مطمئن شوید دو کلاه خود را با کلاهی زرد رنگ عوض کنید با چشماندازی مثبت با موضوع دست و پنجه نرم کنید سه سپس باید کلاه مشکی سر کنید درباره چالش هایی که ممکن است بر سر راهتان قرار بگیرد بیاندیشید چهار پس از این کار باید کلاه قرمزتان را سر کنید آنچه در میاندیشید، می اندیشید به درستی هم احساس کنید پنج حالا نوبت کلاه سبز است از دیدگاه هایی به سمت مشکل بتازید که قبلا در نظر نگرفته بودید و شش بالاخره کلاه آبی را بر سر بگذارید چرخی بزنید همه ی روش ها را یک بار دیگر مرور کنید و مطمئن شوید از تمامشان استفاده کرده اید جیم کویک نیز چند مدل ذهنی محبوب دارد که برای تفکر و تصمیم گیری بهتر میتواند کمکتان کند. یک تصمیم گیری چهل هفتاد به این معنا که هرگز با اطلاعاتی کمتر از چهل درصد تصمیم گیری نکنید و حتما در تلاش باشید که با بیش از هفتاد درصد اطلاعات دست به تصمیم گیری بزنید. البته که در این حالت هم باز احتمال اشتباه وجود دارد ولی کمتر پیش می که خطا کنید. دو بهرهوری فهرستی از کارهایی که نباید انجام دهید بسازید. برخی از کارها هستند که با انجام دادنشان تمرکزتان را از دست داده و نمیتوانید به خوبی در مسیر رسیدن به اهدافتان قرار بگیرید. این کارها را شناسایی کرده و از لیست روتین روزانه خود به مرور حذف کنید. 3. حل مسئله خطاهای خود را بررسی کنید. وقتی زمانی را به مشکل خود اختصاص می دهیم، به خصوص اشتباهاتی که تأثیر پایداری بر زندگی ما دارند هر مشکل را به فرصتی برای یادگیری تبدیل می کنیم دلیل این اشتباهات را از خود بپرسید و به دنبال لایه های باشید سپس بررسی کنید که چطور می در آینده از این اشتباهات پرهیز کنید چهار راه برد تفکر مرتبه دوم همیشه دو قدم جلوتر از اقدامات خود فکر و عمل کنید پنج، جهش به جلو هر قدمی که در جهت پیشرفت بردارید جهشی رو به جلو است 6 تفکر نمایی جهان بدون مشکل را تصور کنید جهان در طول تاریخ تغییرات بسیار زیادی را تجربه کرده و از این به بعد هم بیشتر و بیشتر تغییر خواهد کرد در این میان بهترین کاری که می تواند به ما کمک کند تا با این تغییرات کنار بیاییم و زندگی رضایت بخشی را تجربه کنیم داشتن یک ذهن بی حد و مرز است. فردی با ذهن بی حد و مرز به نابغه بودن از بد به تولد اعتقادی ندارد. او میداند که تمام انسانها در یک چیز استعداد دارند می توانند با امتحان روش های مختلف یادگیری مهارت های مورد نیازشان را کسب کنند و در هر مسیری که میخواهند تبدیل به یک نابغه شوند اما برای بی حد و مرز شدن سه عنصر اساسی مورد نیاز است ذهنیت بی حد و مرز انگیزه بی حد و مرز و روش های بی حد و مرز در این مسیر اصلی ترین و مهمترین قدمی که باید بردارید شناسایی باورهای محدود کننده و دروغهایی است که به خودتان می گویید. بعد از این کار دریچه‌های و مرز شدن یکی یکی به روی شما باز می شوند و می با تمریناتی در زمینه تمرکز، تفکر و یادگیری خودتان را به سمت هدفی که دارید سوق دهید. پیشنهاد کاربردی گوشه ای بنشینید. عواملی که موجب حواس شما می شوند کنار بگذارید و یک قلم و کاغذ را در برابر خود قرار دهید. به صداهای منفی داخل سرتان فکر کنید و آنها را بنویسید. حالا آنها را با شواهد واقعی به چالش بکشید و باورهای جدیدی را جایگزینشان کنید. سپس به ارزشهای بنیادین خود فکر کنید. آنها را یادداشت نمایید و همراستا با آن ارزشها برای خودتان هدفی در زندگی تعیین کنید. در اینجا مهمترین چیزی که باید بدانید این است که برای رسیدن به هدفتان باید با قدم های بسیار ساده و برنامه ریزی شده پیش بروید تا با موفقیت های کوچک برای مقصد نهایی خودتان انگیزه پایدار و قدرتمند بیابید. حالا اولین قدم کوچکی را که باید بردارید یادداشت کرده و خودتان را برای آن آماده کنید. پیشنهاد مطالعه بیشتر کتاب چگونه کمالگرا نباشیم نوشته استفان گایز همه ما میخواهیم تا جایی که امکان دارد نسبت به اتفاقات اطراف خود خوشبین باشیم یا با اعتماد به نفس بالا اهداف خود را دنبال کنیم اما کمالگرایی که ریشه در انتظارات نامعقول دارد جلوی راه ما را میگیرد استفان گایز در این کتاب راهکارهایی را توصیه میکند که برای تغییر عادتهای رفتاری شما بسیار کاربردی هستند مدیاکده مرجع کامل کتاب‌های صوتی روز دنیا اگر از این سب ویدیو خوشتون میاد لطفا کانال ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله کنار آن را فشار دهید